رأی دادگاه رسیدگی به موارد اضطراری دایر بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های حماس در مصر در ارتباط با پرونده شکایت یکی از وکلای مصری علیه حماس صادر شد. این وکیل خواهان محکومیت حماس به عنوان یک سازمان تروریستی و لغو هر گونه فعالیت تجاری با این گروه شده بود. با این حال در رأی این دادگاه به حماس به عنوان یک گروه تروریستی اشاره نشده است. حماس که بر نوار غزه در همسایگی مصر حاکمیت دارد شاخه‌ای از اخوان است. فوزی برهون مقام ارشد حماس در نوار غزه تصمیم این دادگاه را محکوم کرد ما این تصمیم را رد می کنیم و آن را قویا محکوم می کنیم این تصمیم سیاسی است که مقاومت فلسطینی ها را هدف قرار داده و نشان می دهد مصر حمایت از فلسطین را کنار گذاشته است حماس در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی روابط نزدیکی با مصر برقرار کرد و امید داشت بتواند از انزبای بین المللی خارج شود اما از زمان برکناری مرسی ارتش مصر به نابودی تونل های زیرزمینی در مرز غزه و مصر پرداخت حماس از این شبکه زیرزمینی برای قاچاق سلاح و کالاهای یارانه ای از قبیل بنزین و دارو استفاده می کرد. محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین در مصر با اتهام توطئه مشترک با حماس برای ضربه زدن به امنیت ملی مصر مواجهند. بابک شایی صدای آمریکا